سلام، مجدد تقدیم میکنم به ایزان که فعلا درباره مسیم و صبح پیوست و صبح همه شما بخیر باشه. و امروز آخر هفته هست و پنجشنبه هست و ما موضوعی که امروز انتخاب کردیم، قسمه که پیش از آهنگ همچنان بر شما گفتیم، عواید مالی سال جاری هست که از طرف مصفیت میمان خیلی خوب ما هستن. آقای میرویس همدر، مدیر عمومی بررسی مصفیت ولایت جوزجان با ما هستن. سلام، صبح بخیر، تقدیم شما میکنیم در برنامه نسیم صبح، خوش آمدید. تشکر، سلام علیکم خدمت شما، خدمت تشکر از ایدی میکنیم که تلویزیون شما ما را دعوت کرد و ما در خدمت هستیم. تشکر زنده باشون آقای همدر، شما را خوش آمدید میگیم و قسمه که میفهمین امروز موضوعی که در برنامه ما انتخاب کردیم حوایط مالیاتی در سال جاری در جوزجان میباشه. خب میشه شما برای ما بگوین که حوایط امسال جوزجان نسبت به سالهای گذشته چیگونه است؟ شما خودتان چی ارزیابی میکنین؟ خوشبختانه در سال مالی 97 پلانی که برای ما از طرف وزارت مالیه و از طرف بانک جهانی IMF به مستفیت ولایت جوزجان داده بود و در اخیر سال تقریبا در ربع سوم سال مالی پلان ما تغییر کرد و پلان از طرف ریاست جمهوری افزودی آمد که ما خوشبختانه تانستیم در سال مالی 97 هم پلان داده شده ریاست جمهوری را پوره کنیم و به تارگتی که برای ما تعیین شده بود به او هدف خود رساندیم و این سعی و تلاش هیئت رهبری مستوفیت جوزجان بوده و در پالش قماندان صاحب امنیه والی صاحب تمام نهادهایی که در ولایت جوزجان فعالیت میکنن همراه ما همکاری کردن و تانستیم ما به او هدف تعیین شده در سال مالی 97 برسیم. خیلی خوب، میشه مبلغ اگر قرار باشه بررسی کرده باشین در طول این سال جاری چقدر مبلغ حوایط کرده مستوفیت؟ ما در سال مالی 97 در حدود 407 میلیون حوایط جمع آوری کردیم و تانستیم که همون هدف تعیین شده که برای ما از طرف ریاست جمهوری داده بود پورا کنیم. خیلی خوب، میشه برای می هوای تان معلومات بدین که می هوای بیشتر از طرف کدام ارگان ها، از طرف کدام مؤسسات هست و این هوای را که ما جمع آوری کردیم این تمام هوای ولایت جوزجان در بر میگیره که شامل هوای اسنافیس، سهم کرایه است، شرکت است و مکاتب است، پنتونا است، سرای، مارکت، تمام مالیاتی را در بر میگیره که در ولایت جوزجان است و همچنان عواید غیر مالیاتی را در بر میگیره که سایر ادارات دولتی که در ولایت جوزجان فعالیت دارند و او عواید به دست میارن و حساب از بم مربوط به مستوفیات ولایت جوزجان میشه که به حساب ما انتقال میتن و او عواید غیر مالیاتی از سایر ادارات است. عواید مالیاتی ما و عواید غیر مالیاتی ما در حدود 407 میلیون بود که ما پورا کردیم سال مالی 97 و در سال مالی 98 پلانی که از طرف وزارت مالیه بر ما داده شده و بسیار پلان گزاف است. بله، تقریبا در حدود 483 میلیون افغانی تقریبا نظر به سال گذشته 34.5% نظر به پلان قبلی وزارت مالیه و نظر به پلان اخیری ریاست جمهوری تقریبا 22% افزودی را نشان میده. خیلی خوب. خب آقای همدرد، چقدر در جمع‌آوری حوایط و یا هم دادن مالیات و حوایط شما در مشکل هستین؟ میشه در باری هزی هم برمون بگوین؟ طبعا در نسبت به مرکز در ولایات یک سلسله مشکلات خود داره و عدم آگاهی مالیه دهندگاست و عدم همکاری اکثریت نهاد است و اکثریت اظهار میدارن که ما این مالی را که میتیم به کجای مصرف میشه و این مشکلات عدم آگاهی زیادتر ما را به مشکل مواجه میکن و شما بهتر معلوم است که در اکثر ولسوالی های ما فعلا ناامن است. بله، و صرف ما چند ولسوالی محدود و داخل شهر شبرغانی که فعالیت میکنیم عواید از این مدرک ما جمع آوری میکنیم. خیلی خوب، این عایداتی که شما جمع آوری میکنید، این عایدات در بانک نگهداری میشه که در خود مستوفیت؟ چون نگهداری این مقدار پول یک کار خیلی مشکل هست که باید نگهداری شه و بالاخره این عایدات به کجا انتقال پیدا میکنه؟ تشکر. قبلا و فعلا تمام عوایدی که در مستوفیت ولایت جوزجان جمع آوری میشد و مستقیم در افغانستان بانک ولایت جوزجان انتقال میشه که مستقیم در حساب واردات دولت میره و هیچ کس از این استفاده کرده نمیتونه، دوباره پس به مصرف نمیرسه تا در ختم سال که حساب قطعی بسته شد و خود وزارت مالیه و صلاحیت داره که بازی پس از این حساب میکشه در حساب فرعی پس دوباره به مصرف میرسه که مستقیم شامل افغانستان بانک میشه. خیلی خوب، کدام نهادها بیشتر و یا هم کدام ارگان های دولتی در هر سمرا شما همکاری میکنن؟
در عموم تمام ادارات دولتی همراه ما همکار هستند. خب با فعلا هم همکاری شان دوامدار می خواهیم. خب بالخصوص قماندانی امنیه باید همراه ما همکاری بیشتر داشته باشه در قسمت جمعوری باقیات ما و ریاست امنیت مقام ولایت و از یا ما تقاضا میکنیم که بیشتر امرای ما همکاری کنند تا بتانیم با مو پلان داده شده که در سال مالی 98 برای ما تارگت دادن ما به او نایل بیاییم. خیلی خوب، میشه برای مصرف یایداد همچنان بگین که یایداد در کجاها به مصرف میرسن؟ طبعا دولتی که مالیه نداشت و اصلا دولت نیست. چون یگانه دیگه ما دولت افغانستان دیگه کنم عایدات خاصی نداره، چون اکثریت منابع زیرزمینی ما استخراج نمیشه و فعلا کلش هم تو راکت مانده بره. و اینمی بودجی ملی را که ما فعلا تقریبا 399 میلیارد بودجی ملی ما بر سال مالی 98 پیش بینی شده، تقریبا در حدود 188 میلیارد زیره از عواید داخلی است که باید ما از این جمعوری مالیات است، محصول گمرکی است و عواید غیر مالیاتی است، از این می عواید پوره میکنیم و تقریبا 199 میلیارد زیره همین کمک های خارجی است که برای ما وعده میتن و در بودجه ملی ما به کار میره که ما نتونستیم تا هنوز هم در حدود 49% بودجه ملی خود از عواید داخلی خود پوره میکنیم، تقریبا 51% زیر کمک های خارجی است و کوشش ما به میز که ما بتانیم تا سال 2024 که برای ما جامعه جهانی وعده سپرده که کمک ها آهسته آهسته کمتر شده میره، بتانیم ما به مو هدفی که داریم و دولت افغانستان داره ما در سال 2024 بتانیم به مو خودکفایی برسیم که حتی حداقل بودجه ملی داخلی خود از عواید داخلی خود پوره کنیم. خیلی خوب، مقداری که شما گفتین عایدات کردین در این سال جاری، آیا مصرف خود جوجان کارمندای ارگان‌های دولتی شه میتونین از تاریخ همی بودجه که شما عاید کردین به پردازین یا ای که کم بودی میکنن؟ تشکر. این عوایدی که ما فعلا از ولایت جوجان دریافت میکنیم تقریبا در حدود 20% مصارف ولایت جوجان پوره نمیکنه. بله. شاید در حدود 2.5 میلیارد افغانی مصارف ولایت جوزجان است و ما میتونیم در حدود 22 نهایتا اگر کوشش کنیم در حد باقیات ما جمع‌آوری شود در حدود 24 یا 25% اون مصارفات ولایت جوزجان از می عواید داخلی پوره کنیم. خیر، بله خوب، بسیار خوب هست. و چقدر شما در این هر سه آگاهی دهی داشتین و چقدر از مردم ما را در این هر سه آگاهی دهی دادین؟ و خوشبختانه با برگزاری هفته مالیات که با ابتکار وزارت مالیه در مرکز و سایر ولایات از دو سال به این طرف است که جریان داره و سال گذشته هفته مالیات در ولایت جوزجان بر یک روز دایر شده بود و آگاهی دهی داشتیم و سال مالی جدیدی که ما پیش رو داریم تقریبا یک هفته شده که ما برگزاری مجالس داریم با تمام اقشار شهر شبرغان، با اصناف، با کسبکاران، با شرکت ها، نهادها، مراجع تحصیلی، مکاتب، ما با یا نشست های داشتیم در قسمت آگاهی دهی با کلانترهای محل، با رئیس اتحادیه پیشاوران، با تمام از یا ما نشست های داشتیم در داخل مستوفیت و حتی ما در سایر ادارات در پنتونا خود ما مراجعه کردیم با هیئت رهبری مستوفیت ولایت جوزجان در قسمت آگاهی دهی و هر فرد در جامعه مسئول است. بله. که بتانه به مسئولیتی که داره، مکلفیتی که داره، باید آگاهی دهی خود در هر قسمتی که است برسانه. ما چند روز پیشه که ما با ریاست حج اوقاف یک نشست داشتیم، در او اکثریت از خطیب مساجد جامع اشتراک داشتن و از هوا تقاضا کردیم، از رئیس حج اوقاف تقاضا کردیم که چون امیر به حرف علمای ما مردم ما گوش میتن که حتی حداقل در یکی از نمازهای جمعه برای یک دقیقه یا دو دقیقه درباره مالیه و مکلفیت های مالیه ده و در به خاطر بودجه ملی یک دقیقه یا دو دقیقه یا صحبت کنند در نمازهای جمعه که حداقل یک آگاهی دهی برای تمام اقشار جامعه شود و هر کس مکلفیت خود بدانه که باید مالیه پرداخت کنه. خیلی خوب، میشه برای برنامه چند روز پیش برای معلومات بتین که مستفیات فکر میکنم ریاست مستفیات کدام برنامه در
میدان ورزشی داشتن با ورزشکاران، این برنامه چگونه بود و از طرف مصیفیت حمایت شد و چه کارهایی صورت گرفت؟ تشکر. ما درست قبل یک با آمریت تربیت بدنی ولایت جوزجان یک نشست داشتیم و از با تقاضا کردیم که به ارتباط می آگاهی دهی مالیاتی و هفته مالیات امرای ما همکاری کنند و ما وعده همکاری سپردن. تقریبا 4 مسابقه ورزشی را امرای ما وعده سپردن که 2 مسابقه ورزشی تیکواندو بود، یک مسابقه جمناستیک بود و یک مسابقه پینگ پونگ بود که تیم بانوان تربیت بدنی در اشتراک کردند. و با آگاهی دهی که از طرف مستوفیت بر از با پیشکش شده بود و باز تعایفی که از طرف وزارت مالیه در نظر گرفته شده بود، ما برای ورزشکارا تقدیم کردیم. خیلی خوب. بسیار خوب. خب باید تقاضای شما از مردم ولایت جوزجان ما که برنامه را بینده هست چی است؟ ما از تمام مردم ولایت جوزجان بالخصوص اصناف شهر، شرکت ها، نهادها و تمام ادبایی که در ولایت جوزجان فعالیت میکنن تقاضا میکنیم که چون مالی خود به وقتش پرداخت کنن و این یک دین است، یک مکلفیت است که باید ما به میوطن و جامعه خود خدمت بکنیم و بتانیم امی مسئولیتی که بالای ما تعیین شده ای از این مسئولیت بسیار به درستی به در بیاییم. تا چی وقت کمک های خارجی با دست ما به تمام کشورهای خارجی دراز باشه، ما زمان ما به خودکفایی اقتصادی میرسیم که عواید ما مصارف داخلی ما را پوره کنه. ما از تمام مردمی که در ولایت جوزجان بالخصوص کسایی که مالیه دهنده ما هستن مالیه پرداخت میکنن، از یا تقاضای ما این است که به وقت زمانش مراجعه کنن و مالیات خود را پرداخت کنن و خوشبختانه یک مافیات جرایم مالیاتی که باز هم از طرف وزارت مالیه در نظر گرفته که تا ختم جوزای سال مالی 1398 در بر میگیره، از این فرصت استفاده کنن، اگر باقی دار هستن بیان باقی داری های خود را تصفیه کنن و از این مافیات جرایم مالیاتی که برشان در نظر گرفته شده از استفاده کنن. خیلی خوب. میشه درباره مافیات جرایم مالیاتی همچنان صحبت بیشتر بکنید تا یک فرصت خوبی هست به هموطنان عزیز ما که اگر معلومات نداشته باشن به معلومات هایشان افزوده شد. سال مالی 97 قبلا هم در سند بودجه 95% جرایم مالیاتی از سال 1381 الا 1396 مافیات در نظر گرفته شده بود که می باقی داریایی که در مدت 10-15 ساله که باقی دار هستن و جرایم سنگینی بالایشان شده و نمیتوانند پرداخت کنند، یک مافیات را در وزارت مالیه در نظر گرفت و بر از در سال مالی 97-95% جرایم مالیاتی برای نهادها و تمام کسایی که باقی دار مالیاتی بود در نظر گرفته شده بود که با ختم سال مالی 1397 که 30 قوس 1397 بود این پروسه ختم گردید و خوشبختانه در سال مالی 1398 باز هم وزارت مالیه و ریاست عمومی عواید این ابتکار را به خرج دادند که آن در باقی داری هایی که از این فرصت استفاده نکردن یک فرصت طلایی دیگر بر از فراهم ساخت که دو کتگوری است که در ربع اول سال مالی 1398 باقی داری هایی که از سال 1381 الا 1396 باقی دار هستند و اصل مالی خود را با 10% جرایم پرداخت کنند، از 90% جرایم مالیاتی معاف هستند در ربع اول و در ربع دوم اصل باقی داری از سال 1381 الا 1396 با 20% جرایم مالیاتی خود را پرداخت کنند، از 80% جرایم مالیاتی معاف هستند و این فرصت طلایی است. این تا 31 جوزا مدار اعتبار است که میتونن در این مدت 4 ماهی که باقی مانده بیان از این فرصت استفاده کنند. دروازه مستوفیت برایشان باز است، هر نوع مشکلی که داشتن ما در خدمتشان هستیم، اداری مستوفیت هم کاری میکنن و میتونن باقیداری خود تصفیه کنن. خیلی خوب، سپاس. خب آقای همدرد، بر شرکت ها و یا هم بر نهادها یا هم بر دانشگاه های خصوصی چقدر شما جرایم و یا هم مفاد جرایم وجود دارن؟ جرایم مالیاتی ما دو نوع جرایم داریم، یکی جرایم تاخیر اظهارنامه مالیاتی است و یکی جرایم تاخیر تحویلی است. ای که بالای تمام نهادها در بر میگیره و صرف یک نهادهای انفرادی ما یا متشبثای انفرادی ما که فعالیت میکنن صرف جرایم مالیاتی از با تاخیر میکنن که تاخیر اظهارنامه‌شون 15 افغانی است و تاخیر تحویلی‌شون 0.05 افغانی
و در نهادهای ما تاخیر تاخیر اعلامیشون 50 افغانی است و تاخیر تحویلی 0.05% در نظر گرفته شده که 2 جرایم داریم و تمام نهادها از این 2 جرایم اگر در وقت زمانش مراجعه نکنن و مالیات خود را پرداخت نکنن تابع جرایم قرار میگیرن. خب بهتر است که به وقت زمانش مطابق قانون مکلفیت برشون دانسته که شما در کدام روز در کدام تاریخ مراجعه کنن، در وقت زمانش مراجعه کنن، اصل مالی خود را پرداخت کنن، هم بودجه ملی ما تقویه میشه و هم دین و مسئولیت خود ادا میکنن و هم جرایم بیشتر بالایشان تامین میشه. خیلی خب، میشه درباره اهداف و کارکردهای آینده تان بر ما بگین که چی پلان هایی را در آینده دارین که از طرف ریاست مستفید بوده باشه که در سال 1398 او پورا پلان گذاری کرده باشه و در اساس برنامه سال جدیدش باشه؟ تشکر. ما پلان های بیشتری داریم در مستفید ولایت جوزجان که تمام مال دنده ها را تحت پوشش قرار بدیم و تمام اصنافی که مالیده از فعلا راجستر نیست و ما راجستر کنیم و در نظر داریم یک درجه بندی اگر خدا خواسته باشه و در سال مالی 98 یک درجه بندی اصناف روی دست گرفتیم که او را بتانیم بسر برسانیم و درجه بندی اصناف در شهر شبرغان و در دولسوالی که ما داریم اگر امکان باشه امنیت برقرار باشه ما بتانیم این درجه بندی اصناف خود را تطبیق کنیم و در بخش شرکت ها در تمامش ما آگاهی دهی و ما اما روزه و دوامدار است و میتونن که در مستفید مراجعه کنن و تمام همکارای ریاست آمریت هواید ریاست مستفید جوزجان در خدمتشون است. خیلی خوب، سپاس. بسیار تشکر. پیام آخر شما به بیندای تلویزیون بیک و یا هم بر مردم ولایت جوزجان ما چی هست؟ تشکر. ما از تمام اهالی ولایت جوزجان تقاضا میکنیم که تون دین مکلفیت و مالیاتی که دارن ایره با ادا کنن و تمام از خصوصا از رسانه شما و سایر رسانه هایی که در ولایت جوزجان تقاضا داریم که در این کمپاین بر ما محدود همکاری نداشته باشن، این کمپاین دوامدار داشته باشه و ای آگاهی دهی را از توسط رسانه ها صوتی، چاپی، تصویری دوامدار به نشر سپرده شود تا تمام مردم ولایت جوزجان که از یک آگاهی از مکلفیت های خود آگاهی حاصل کنند و بتوانن در آبادانی کشور خود سهم بیشتر داشته باشند. خیلی سپاس از آقای میرویس همدرد مدیر همه بررسی مستفید ولایت جوزجان. تشکر شما. همانتران عزیز در قسمت هست برنامه میریم آب و هوا و نرخ روز آماده نشده است. آب و هوا و نرخ روز تماشا میکنیم، بعدا دوباره با ما باشه.